به این که عزادار قرآن رو بذاره در وسط مجلس، هر زیارت کننده ای به عنوان مؤذی یا تعزیه گو بیاد از اون جزئی رو برداره تلاوت بکنه بخونه، این سنت نیست و هیچ کس به اون توصیه نکرده. هیچ کس کتابی در این زمینه، کتاب الاذکار امام نووی رحمت الله علیه، در قسمت از اون درباره کتاب التعزیه، درباره حکم تعزیه و عزاداری در اسلام کاملا بیان کرده، به این رسومات کاملا حکم بدعت داده، به این رسومات صراحتا حکم بدعت داده. نشستن به قصد دیگران بیان، نشستن به قصد اینکه فاتحه بطلبن، نشستن به قصد خوردن الی آخره، اینا همه حکم بدعت بهش داده، نوآوری هایی که وارد دین بله. شده در واقع. فعزاداری در اسلام برای تسلی روح بازماندگانه، نه اموات. اموات به رحمت خدا رفتن و شما در هر جای دنیا که باشید اگر اون رو میشناسید براش دعا بکنید، خداوند عز و جل دعاتون درباره ایشون انشاءالله مقبول میکنه. شما همینجا که هستید در اون طرف دنیا اگر انسانی رو بشناسید که وفات کرده، چه گذشته چه حال چه مثلا امروز یا مثلا لحظاتی قبل، و شما نتونید به ایشون برسید اصلا، نه براش نماز بخونید نه مثلا در جلسه یا عزاداری شرکت کنید، براشون دعا کنید، خدا عز و جل این دعا را به ایشون تأثیر میده. دعا میکنیم که اونها را گناهشو بیامرزه، مورد رحمت رو شامل رحمت خودش قرار بده، عذاب قبر نجاتش بده، از عذاب جهنم نجاتش بده، حساب به اصطلاح منکر و نکیر رو برش آسان بگیره الی آخره، این به اصطلاح قبرش رو باقی از باقای بهشت قرار بده. این چیزهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده در متن احادیث شریف و صحیح. اما این که ما بشینیم منتظر باشیم یه دی بیان قرآن بخونن برن به خاطر اینکه به روح میت برسه، این سنت نیست. هیچ کدوم از فقهای اسلامی اینو نگفتن به اتفاق. متشکرم. پرسیده بودند که باز آقای یاسر در مورد اینکه آیا دعا در زمان در این نماز میشه در نمازهای پنج وقت دعایی رو به زبان فارسی خوند؟ در نماز چه سنت باشه چه فرض باشه، در نماز دعا را به زبان غیر عربی نمیشه خوند. بله. میشه دعاهایی از قرآن و سنت را انتخاب کرد، به خصوص در وقت سجده این دعا را کرد، تو وقت سجده وقت دعاست. یک سوال برای که در نماز سجده گفتید، در نماز فرض آیا در نمازهای فرد هم در سجده دعا میشه کرد؟ فرض یا سنت فرق نمیکنه. در سجده و همچنین در پایان تشهد، یعنی بعد از اینکه ما تشهد رو تموم کردیم وقت دعاست، و همچنین در سجدتین، حالا در هر رکعاتی که باشه اشکالی نداره. ولی اون چی که مرسوم تر است اینه که در نمازهای چی باشه، سنت و نافله باشه، بخصوص نمازهای شب، بخصوص نمازهای شب، اونم در سجده. اما فارسی خوندنش وارد نیست و فقها اون رو جایز نمیدونن. اگر بخوان فارسی بخونن باید بعد از نماز باشه؟ حتما خارج از نماز باشه. خانم مریم از شیراز پرسیدن اگر کسی به سن تکلیف رسیده باشه اما روزه و نمازهایی رو نخونده داره، یعنی مثلا یک سال نخونده، حالا این چگونه میتونه یک سال روزه و نمازش رو قضا بکنه با توجه سختیش؟ همونطور که قبلا درباره قضای نمازها من رأی فقها رو بیان کردم، اینی که بسیار از فقها به این معتقد هستن که قضا هر چی طولانی باشه باز هم باید قضا کرد، برای اینکه بر انسانی که میخواد قضا بکنه راحت تر باشه، با هر نمازی یه نماز از همون روز چیکار کنه، قضا بکنه. مثلا امروز الان نماز وقت عشا بود، چند ساعت پیش نماز عشا را که خوند، یک چهار رکعت دیگه هم به نیت قضای گذشته شو بخونه. نماز صبح خوند دو رکعت نماز هم قبل از اون، بسه بعد نماز صبح بود نماز نداره، وقت ممنوع است، درسته؟ قبل از اون دو رکعت به عنوان نیت نماز صبح گذشته بخونه به مدت یک سال، اگر واقعا میدونن که یک سال بوده. ولی رأی آسان‌تر، نه آسان‌تر از جانب اینکه ما بگیم مردم رو سوق میدیم به سوی آسانگیری در دین، بلکه اون چیزی که فقها به اون ایده از فقها و مجتهدین گذشته به این رأی هستند و مذاهب اسلامی این رأی دارن که اگر تعداد نمازهای گذشته بسیار زیاد بود، مثل یک سال، و تعداد آن مشخص نیست که چه روزهایی بوده چه وعده هایی بوده، پس با یک توبه واقعا نسو که نمازشو دیگه ترک نکنه، انشالله اون کفاره گناهان گذشتش میشه، و سعی کنه در قبال اون نمازهایی که از دست داده
نمازهای سنت را، نافله را، دو رکعتی ها را زیاد بخونه. یعنی یکی از این دورا را میتونه ایشون انتخاب بکنه. اگر به رأی بعضی از فقها قانع هست، اینه که با هر نماز، اگر میدونه واقعا یک سال بوده، یک سال را تعیین کن، در این مدت این یک سال با هر نماز یک نماز چیکار بکنه؟ قضا بکنه. این یک رأی هست و رأی معتبر هست، بعضی فقها اینو گفتن. رأی دیگر اینه که چیکار کنه؟ سعی کند که توبه بکنه، ولی در ازاش نمازهای نافله زیاد بخونه. متشکرم. در مورد شکست خواندن نماز هم آدابش رو می‌خواستم بپرسم، خواستم بدونن که آیا واجب هست شکست خوندن نماز، سنت هست، چجوری باید خوند؟ یه توضیحی در این مورد بفرمایید. شکست خوندن نماز، نماز مسافر، نماز مسافر. نکنید در مورد نماز مسافر دو تا حکم جداگانه است، قصر است و جمع. بله. مسافر از اونجایی که در حال سفر نیاز به وقت داره برای اینکه زودتر مقصد برسه یا زودتر کاری را که در پیش است انجام بده، حالا مسافر هست، به قصد مسافرت کرد، به قصد تجارت، به قصد زیارت، به قصد علاج، به قصد هر مقصدی باشه، به هر حال مسافر، حکم مسافرتش به این صورت اون رو ایجاب میکنه که زودتر کارش انجام بده، بر بگرده به دیار سرزمینش. الله سبحانه و تعالی در دین حنیف شما چیکار کرده؟ برای مسافر این کار را آسان کرده که نماز را جمع بکنه در یکی از دو وقت. میدونید نماز صبح جمع نداریم به خاطر که وقت خودش انفراد است، نماز ظهر و عصر است و مغرب و عشا، این چهار وقت که به هم دیگه پیوسته هستند، دو نماز روز و دو نماز شب میتونن با هم جمع بشن. نمازهای روز چیه؟ مغرب، صبح و ظهر، معذرت میخوام، ظهر و عصر. بله. ظهر و عصر دو تا چهار رکعتی رو میشه در یکی از دو وقت، یا در وقت اول که ظهر باشه یا در وقت دوم که چی باشه؟ عصر باشه، با هم دیگه جمع کرد. بنابر مصلحتی که به اصطلاح مسافر میدونه، هر کدوم براش آسان‌تره میتونه اونو، اگر در وقت اول یعنی وقت ظهر راحت‌تر بود، میتونه دو نمازش رو در وقت ظهر بخونه. بله. اگر دید نه در وقت نماز ظهر طول مسافرتش ادامه داره، یا در ترافیک گیر کرده، یا در مطب دکتر هست، بنافر میتونه با تاخیر بخونه و در عصر. میتونه در وقت اول نیت تاخیر بکنه، در وقت دوم نماز عصرش رو، نماز ظهر رو با نماز عصرش جمع بکنه، با جمع تاخیر بهش میگن. بله. در حالی که در اولی نماز جمع تقدیمه. مغرب و عشا رو هم همینطور، در وقت مغرب و عشا به هم پیوسته است، یعنی اذان عشا که گفتن وقت نماز مغرب تموم شد. حالا قصرش چی؟ اینجا هم همین حالت رو، یعنی اگر مسافر دید که وقت مغرب میتونه نماز بخونه، نماز عشا هم با مغرب میاره، جمع تقدیم میکنه. اگر مغرب نتونست، به تاخیر افتاد، در وقت نماز مغرب نیت تاخیر مغرب میکنه، میگه که انشالله من در وقت عشا نماز مغرب رو با اونجا میکنم، سه رکعت مغرب میخونه، بعدش هم نماز عشاش. حالا این چی شد؟ این جمعه. بله. یعنی جمع در یک وقت، ظهر و عصر رو با هم دیگه، مغرب و عشا رو با هم دیگه، این شو جمع. اما قصر مسئلهش اینه که چهار رکعتی ها به دو رکعت تبدیل میشن، میشه قصر، یعنی کوتاه کردن، به فارسی شکستن نماز. بله. خب نمازهای چهار رکعتی، نماز ظهر داریم، عصر داریم و عشا، این سه چهار رکعتی به دو رکعت میشن. نماز صبح ما قصر نداریم، نماز مغرب هم قصر نداریم، چون سه رکعته. نمازها چهار رکعتی به دو رکعت تبدیل شد، تموم شد، این میشه قصر. بله. بله. حالا فرض یا سنت این کار؟ خب حالا حکمش برای مسافر، اون چیزی که جمهور علما و فقها بر اون هستن اینه که سنت هست برای شخص مسافر، در صورتی که نیاز به جمع داشته باشه میتونه جمع بخونه، قصر بخونه، و در حالی که بتونه و اجازه دارد که کاملا بخونه. یعنی اگر شخص مسافر وقتش رو داشت، حوصله‌اش رو داشت، میخواد کامل بخونه، در اختیاری است، یعنی در پنج وقت بخونه، نمازش درسته و صحیح است و اشکالی نداره، ولی میگیم اولا و افضل انتخاب سنت است. بله. ببینید اولا و افضل چیه؟ انتخاب سنته، به خاطر که این مسئله در عهد صحابه و رسول الله صلی الله علیه و آله پیش اومد، پیامبر فرمودن که چی؟ این صدقه است، خداوند ارفاقی است به شما کرده، شما ارفاق و صدقه خداوند رو بپذیرید. بله، جای من خوندم در حد هدیه است که خداوند. بله. به شما داده، نمیشه هدیه رو رد کرد. بله. اونم از طرف خداوند. پس سنت هست، ولی پیشنهاد میشه که به این سنت عمل بشه. عمل بشه. اگه اشکال نداره چند تا تلفن رو بشنویم. بله، برای اینکه بینندگان هم حالا زیاد پشت خط نمونن، بعد با بقیه سوال ها رو پاسخ میدیم. آقا احمد از کردستان، سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، در خدمت شما.
ببخشید سوالی می‌خواستم از آقای مولایی داشته باشم. بفرمایید.